نخست وزیری دکتر بختیار بود، میخواستم پرسش کنم آقای دکتر چرا صدای بختیار در اون دوره‌ای که 37 روزی که نخست وزیر بود به گوش کسی نرسید؟ حالا من فکر کنم اولا بودن کسانی که از جمله فکر کنم خود شما خانم امیرشاهی آقای مصطفی رحیمی، این محدود کسانی بودند که اون جو حاکم رو تسلیمش نشدن، دکتر صدیقی، کسانی بودند که واقعا متوجه بودند که باید به این قضیه به نوعی دیگری اندیشید. ولی من فکر کنم موج اونقدر وسیع بود و این هیاهویی که ایجاد شده بود و این شوری که ایجاد شده بود و بعد اشتباهاتی هم که شاه میکرد، یعنی شاه هم اشتباهاتی کرد که به ناموفق شدن تجربه بختیار کمک کرد. یعنی مثلا اگر شاه با وزارت جنگ تیمسار جم موافقت میکرد، چه بسا که وضعیت ارتش اندکی متفاوت میشد. یعنی یکی از به نظر من با امروز دیگه از هر من از شمسه، یکی از چیزایی که سرنوشت بختیار رو تعیین کرد پشت کردن ارتش به او بود و این پشت کردن از طرفی نتیجه فشار آمریکایی‌ها بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که باید ارتش رو با روحانیت در به آشتی در بیارن، جلساتی تشکیل دادن، سفارت آمریکا در این جلسات نقش بسیار بسیار مهم می داشت، از هویزر بگیرید تا خود سفارت. ولی خود بدنه ارتش هم لحاظ فقدان رهبری که بهش معتقد باشه به نظر من شکننده تر شد. تیمسار جم کسی بود که هم دکتر صدیقی میخواست وزیر جنگش بکنه، هم بختیار میخواست وزیر جنگش بکنه و شاه شرایط او رو نپذیرفت. شاه بهش عملا گفت که تو همونقدر وزیر جنگی که وزرای جنگ قبلی بودن و خب همه میدونیم که وزرای جنگ قبلی قدرتی نداشتن. یعنی یک ترکیبی از عوامل متعدد دست به دست هم داد و باعث شد که به قول شما صداش به جایی نرسه، گرچه رسیده. الان خب الان نگاهی که جامعه به بختیار داره خیلی متفاوت از نگاهی است که 37 سال 36 سال پیش داشت. نگاه به جایی نرسیدن از یک مقطع، از یک منظر سرنوشتی است که در کوتاه مدت پیدا کرد، از یک منظر سرنوشتی است که در بلند مدت پیدا میکنه و در تاریخ پیدا میکنه. من فکر میکنم امروز جایگاه تاریخی بختیار خیلی متفاوت از اون چیزی است که در 1979 داشت. آقای دکتر میلانی، من در جایی خواندم که شاه یک بار به یکی از کسانی که باهاشون گفتگوی دائمی داشته، حالا اسمش یادم نیست، گفته بودی که تیمسار جم حالا دیگه ما رو برادر خودش میدونه، چون گفته بوده که من شاه رو مثل برادرم دوست دارم، منو به عنوان برادر دوست داره، از این موضوع خوشش نیومده بوده، این درسته؟ والا بدون شک من این مورد مشخص رو شنیدم ولی قطعا نمیدونم. ولی من با تیمسار جم چند بار مصاحبه کردم. اولا خب به هر حال خیشاوند شاه بود، داماد شاه، رضا شاه، دامادش، در واقع خواهر شاه برای مدت کوتاهی زنش بود، یعنی مدت بسیار کوتاهی رسما زنش بود، مدت کوتاهتری زن واقعیش بود، برای اینکه خیلی زود خواهر شاه دل به کسی دیگری باخت و با او عروسی کرد، اون که آقای پهل بود و عروسیش با جم خیلی عملی نشد و ماندگار نموند. ولی در دورانی که رئیس ستاد بود من فکر میکنم اختلاف اصلی از اونجا شروع میشه، تا اونجایی که جم به من گفت، تیمسار جم به من گفت، در دورانی که رئیس ستاد بود تنش‌های ایران با عراق و صدام داشت خیلی بیشتر میشد.
شاه در سفر بوده و به جمع خبر میرسه که واحدهای عراق حرکتهای مشکوکی در مرز میکنن. سعی میکنه که با شاه تماس بگیره، پیدا نمیکنن شاه رو. با حویدا تماس میگیره که بیا یه کاری بکنیم. حویدا زیاد رغبتی به اینکه دخالتی در این مورد بکنه نداشته. جمع رأساً تصمیم میگیره که بعضی از واحدهای ارتش رو حرکت بده و بیاره به طرف مرز. بعد که شاه برمیگرده میگه که اینو شما به چه اجازه ای کردید؟ میگه که من سعی کردم با شما تماس بگیرم، موفق نشدم، به اجازه خودم کردم. و او میگه که از این فضولیام در ارتش ایران موقوفه. و بعد از یه مدت کوتاهی جمع رو وادار به استعفا میکنه، ولی در این حال بهش کاری میدن، سفارت اسپانیا رو میدن. او هم به خاطر مسائل خانوادگی ناچار بود که از ایران خارج بشه. پسرش مسئله پزشکی داشت و تمام مدت در خارج بود. و وقتی هم که میاد، من فکر میکنم این زمینه‌ای که شما میگید حتما از آدم میتونه تصور بکنه که این زمینه در تصمیم شاه مؤثر بود، یعنی در تصمیم شاه مبنی بر این که پیشنهاد جمع رو نپذیره. یعنی آدم خودشو جای شاه بگذاره میتونه تصور بکنه که تصورش اینه که جمع داره بهش میگه که حق با من بود، از روز اولم حق با من بود، حالا تو به من نیاز داری. آدم میتونه تصور بکنه، من هیچ چیزی برای این ندارم، ولی اینکه شاه حاضر نشد با او کنار بیاد و شرایط او رو بپذیره، خیلی از یکی از نکات برای من بسیار بسیار عجیبه و جالبه اون دورانه. دوباره اینم در نظر بگیرید که شاه تجربه پدر خودش رو داشت. پدر خودش هم از طریق رئیس ستاد و فرمانده کل قوا شدن پادشاه شده بود. شاه خیلی نگران این قضیه بود، ولی در این حال میدونیم که در اون زمانی که داشت با این مذاکره میکرد، مقدار زیادی از اسبابش رو از ایران خارج کرده بود، مقدار زیادی از اموالش رو از ایران خارج کرده بود. یعنی دیگه در آستانه رفتن بود، خودش میدونست که میخواد بره و باز هم حاضر نشد با جمع هم راهی و هم دلی بکنه. برای من خیلی خیلی جالبه، خیلی عجیبه. آقای دکتر، این هم واقعیت داره که شاه در مورد بختیار هیچ سفارش قاطعی نکرده بود به ارتش، مثل اینکه به حال حمایت از بختیار رو سفارش نکرده بودش به ارتشیان، به نظر اینجوری میاد بدون اینکه چیزی بگه رفته بود. درسته؟ این به نظر اینجوری میاد، یعنی حتی دوباره من در کتاب شاه اینو منعکس کردم که قره‌باغی به من میگفت که معمولا وقتی که شاه از ایران خارج میشد، شب قبلش یه فرمانی فرستادن از دربار به رئیس کل ستاد به عنوان جانشین موقت فرمانده کل قوا. وقتی که شاه از ایران نیست، از لحاظ قانونی چنین فرمی بایستی امضا میشد، حکمی باید امضا میشد. قره‌باغی میگه که وقتی که شاه میخواست بره، این حکم نیامد. وقتی که رفتیم برای مشایعت شاه در فرودگاه، به شاه گفتم قربان شما چنین فرمی هنوز امضا نکردید. یکی دو بار گفتم، بالاخره با فشار گفته قره‌باغی او، شاه حکم پشت خود قره‌باغی بهش میگه، برگردون پشتش امضا میکنه، همونجا بهش میده. و قره‌باغی ازش میپرسه که فرمانی چیزی هست؟ میگه هرچی سلام میدونید برای مملکت انجام بدید. و به نظر نمیاد که دستور قاطعی در این زمینه داده باشه. ولی دوباره اگه بخوایم اون ور قضیه رو نگاه بکنیم، حتی اگر دستوری هم میداد، دیگه شاه ژانویه 79 با شاه ژانویه مثلا 77 قابل قیاس نیست. برای اینکه
شما میبینید در اسناد مثلا انگلیسا و آمریکایی‌ها که بعضی از فرمانده های ارتش از دسامبر از نوامبر شروع میکنن از شاه شکایت کردن که این در فکر رفتن خودشه یا تصمیم نمیتونه بگیره. از اون وقتی که اینا شروع کرده بودن مذاکرات، بعضی هاشون مذاکرات مستقیم کردن با بعضی از اپوزیسیون، با بعضی از روحانیون، یعنی اونا هم شروع کرده بودن برای خودشون چیز. من یه سندی رو نقل کردم در کتاب که فرمانده نیروی هوایی میره با سفیر هم انگلیس صحبت میکنه، خیلی شکایت میکنه از شاه که شاه نمیتونه تصمیم بگیره و اگر پدرش بود این بلا سر مملکت نمیامد و اگر بذاره ما خودمون میتونیم مسئله رو حل بکنیم. بعد زیلش سفیر مینیسی که البته این حرفا رو زد، ولی من خبر دقیق دارم که خانوادش رو از دو هفته پیش خودش از ایران خارج کرده بود و در فکر اصطلاح آینده خودش، یعنی یه فضایی در سران ارتش در ژانویه و دسامبر ایجاد شده بود که فکر میکردن شاه نه توان تصمیم گیری داره و نه دیگه موندنی است. به همین خاطر داشتن هر کدوم فکر میکردن بودن نگاه میکنه از مقدم بگیری، از قرباقی بگیری. خیلی هاشون در مذاکره مستقیم با طرفداران آیت الله خمینی یا جبهه ملی بودن برای اینکه یه راه حل دنبال نجات خودشون بودن. حالا من فهم کنم، من نمیتونم قضاوت در مورد همه شون بکنم، به هر حال هر کدومشون بایستی جداگانه در موردشون دید. یعنی مثلا پرونده آقای قرباقی یا فردوس با تیمسار رحیمی حتما متفاوته، اینا رو باید هر کدوم به نظر من جز به جز آنم دقت بکنه. من اطلاع دقیقی از چیز شخصیشون نداشتم، ولی به نظر میاد که اینجوره. بعضی هاشون توهم داشتن، بعضی هاشون بهشون نوید داده شده بود. به یه روایتی مثلا به مقدم گفته بودن که رئیس سازمان امنیت میمونی. یعنی مقدم خیلی به نظر میاد که در این چند هفته آخر سلطنت شاه در پی این بود که یک راهی پیدا بکنه و ارتش رو و ساواک رو با اپوزیسیون آشتی بده و در این گذار شرکت بکنه. به نظر میاد که این تصور رو داشت، به یک روایتی این وعده بهش داده شده بود که بهش کاری نخواهند داشت. این رو ما از دو سه منبع مختلف میدونیم که در یکی دو تا از مذاکراتی که سفارت با طرفداران آیت الله خمینی در ایران میکنه، یکی از پیش شرط های آشتی دادن ارتش مجازات نکردن و کشتار نکردن یه سری افراد. به یک روایتی یه لیست 100 نفره‌ای وجود داشته، من اون لیست رو پیدا نکردم، ولی اشارات متعددی در صحبت‌های مختلف و یک اشاره بیش و کم مستقیم در یه سند سفارت است که طرفداران آیت الله خمینی در واقع تضمین میکنن که به این افراد کاری نخواهند داشت. و به نظر میاد که بعضی از این تیمسارها در اون لیست شاید بودن. یعنی بدون شک بعضی از اونها به نظر من این گمان رو داشتن که اگر وسیله این انتقال باشن و اگر باقران آینده از در آشتی در بیان، باشون کسی کاری نخواهد داشت و چه بسا که بهشون پستی هم بدن، ریاست مثلا ساواک رو کماکان در اون در مقدم ابقا بکنن. این توهم رو خیلی ها داشتن و خب دیدیم که هیچ کدوم از این وعده ها بهش وفا نشد. آقای دکتر میلانی، این موضوع هم واقعیت داره یا نه که هویزر در آخرین جلسهش با رهبران با سران ارتش یه شماره تلفن میده، بهشون میگه که با این شماره تلفن با روحانیون تماس بگیرین، یعنی اونا تکلیف شما رو روشن خواهند کرد؟ ببینید، در این که آمریکا وسیله
آشتی ارتش با روحانیون شد و جلساتی برای آشتی ارتش و در واقع توافق ارتش به گذار از نظام پادشاهی به یک نظام دیگر نقش اساسی داشت، به نظر من در اون شکی نیست. این اسناد به طور گمان من غیر قابل شکی این رو نشون میدن. میدونم که در روزنامه های وابسته به حداقل جناحی از جمهوری اسلامی دوست ندارن این حرفا زده بشه، ولی خب متاسفانه اسناد هست، متاسفانه واقعیت ها هست. و با اینکه امروز این همه علیه اینکه مثلا آقای موسوی مورد حمایت دولت های غربی بوده حمله میکنن و او و خانومش و کروبی رو 4 سال به طور غیرقانونی زندان نگه میدارن، ولی واقعیت اینه که خود این آقایون، خیلی از خود این آقایون، بعضی از موارد در خود این آقایون مهم سم داشتن، بعضیشون متاسفانه کشته شدن یا فوت کردن، ولی اینها در مذاکره مستقیم بودن با آمریکا. خود آیت الله خمینی در پاریس دیدار کرده با نمایندگانی از آمریکا، نماینده ایشون آقای یزدی به طور مرتب دیدار میکرده و سوال و جواب هایی میکرده، سوال ها رو به گفته آقای یزدی به دقت میدیده، پاسخ ها رو میدیده. یعنی این که این آمریکا و انگلیس نقش بسیار مهم می داشتن در این تبدیل به در این گذار و تبدیل رژیم شاه به رژیم بعدی، به نظر من در اون اصلا شکی نیست. منتها گمان من هم این نیست که اینها از اول برنامه‌شون این بود. من گمانم اینه که اینا در یه مقطعی به خصوص آمریکایی‌ها اواخر 78 به نتیجه رسیدن که دیگه شاه نمیتونه بمونه، به دلایل مختلف، روحی خودش، جسمی خودش، به وضع سیاسی، آشفتگی سیاست خود آمریکا. این دیر کارتر به مسئله اصلا توجه کرد، این واقعا یه مدتی در مشغول کمپ دیوید بود. طرفداران تئوری توته هیچ کدوم از اینا رو تصادفی نمیدونن، فهم میکنن همه اینا بخشی از یک طرح جامعه. من فهم میکنم مثلا واقعا اگر کمپ دیوید در اون زمان نبود و کارتر توجه بیشتری میکرد، یا یه سفیر دیگری میفرستادن، یه سفیری که به اندازه سالیوان بی اطلاع از ایران نبود و به اندازه سالیوان مغرور و گستاخ نبود، تحول دیگری میشد. یه سندی همین دوباره 2 هفته پیش من دیدم که اولین انتخاب سفیر قبل از سالیوان یه نفر دیگه بوده، یک آدم دیگه بوده، و اصلا در واقع میرن در پای این که اون رو سفیر بکنم به دلیلی که نتونستم تو اسناد پیدا کنم اون نمیشه، و بعد برای سالیوان آگرمان میخوان. و در مورد سالیوان هم نمید، چون سوابقش روشن بود، مثلا آقای اردشیر زاهدی توضیح میکنه که موافقت نکنن با سفارتش، و شام میگه که نه حالا کارتر اومده، ما نمیخوام باش اول از سر دعوا در بیه. حالا مثلا کارتر اگر اون سفیر اول میشد آیا هیچ تحولی تغییری در اوضاع نمیکرد؟ در مثلا نوامبر 78 دوباره بر اساس خاطرات خود کارتر، اینا انقدر عصبانی بودن از سالیوان، نوامبر یا دسامبر تاریخ دقیقش یادم نیست، انقدر عصبانی بودن، انقدر فکر میکردن خودسری داری میکنه که میخواستن از کار برکنارش بکنن، یعنی میخواستن بیرونش بکنن، ولی تصمیم میگیرن. ونس به کارتر میگه که الان بحران در ایران، الان سفیر رو عوض بکنیم بعض بحرانی تر میشه. اگر عوض میکردن آیا تغییری در اوضاع میکرد؟ نمیدونم. تاریخ رو با اگر مگر نمینویسن. بله، ولی اگر مگر رو باید پرسید تا تاریخ رو خوب بهتر بفهمید. آقای دکتر، شما یک کتابی نوشتین به نام تجدد و تجدد ستیزی. یکی از شنوندگان و پیگیران برنامه های شما
درباره این اثر یک کمی اطلاعات میخواست. آیا این تجدد که در این کتاب مطرح شده از قدیم در ایران وجود داشته یا مربوط به عصر قاجار تا کنونه؟ نه خیر، من در واقع سه تا کتاب نوشتم، یکیش تجدد و تجدد ستیزی است، یکیش سیار سایه هاست، دوتا به فارسی است، و یکیش هم انگلیسی است به اسم Lost Wisdom، خرد گم شده. بحث من در اونجا اینه که کل این تصوری که تجدد یه پدیده غربی است و از طریق غرب به زور یا به تقلید به ایران آمده روایت الزاماً درستی نیست. گمان من اینه که اگر ما به تاریخ خودمون برگردیم، در قرن نهم تا سیزدهم از زمان بیهقی و فردوسی و رازی و ابن سینا و مولوی و حافظ و سعدی و نظامی، یک تحول عجیبی در اون منطقه داره رخ میده، یک تحول خردگرایانهی داره رخ میده، یک معارضه جدی با تعبد اسلامی داره رخ میده. یه دهی دارن اشاعره، یه دهی از همین افراطیون مذهبی هر کسی رو که خرد داره صحبتشو میکنه به عنوان رافضی و قرمطی و دین ستیز چوب تکفیر براش بلند میکنن، ولی در این حال یک رگه عظیمی از متفکرین هستن که خیلی هاشون هم اتفاقا میدونید به ایران قدیم سعی میکنن با استفاده از اساطیر ایرانی یک فکر جدیدی رو ایجاد بکنن، یک ترکیب جدیدی ایجاد بکنن. سهروردی بگیرید تا خود ابن سینا، یک نطفه هایی از یک تجددی در ایران اون زمان وجود داشته که این نطفه ها به لحاظ حمله مغول، به لحاظ رواج اسلام افراطی، اسلامی که میگه تفکر و تعقل و تفلسف و همه اینها مسئله زاه هستن، در واقع در نطفه خفه میشه. وقتی که قرن 19 هم میاد، در واقع ما یک آشنایی مجدد که این بار متاسفانه زیر فضای استعمار صورت گرفته. من مثلا کتاب بیهقی رو بررسی کردم، کتاب سعدی رو بررسی کردم، بخش اول گلستان سعدی، باب سلطنتش. من گمانم اینه که اگه باب سلطنت گلستان رو به دقت آدم بخونه، برخلاف تمام این گمانهایی که میگن سعدی نمیدونم مداح بوده، سعدی سلطنت طلب بوده، یکی از آخونده گفته سعدی اصلا طرفدار فقیه بوده، ما بخونید طرفدار جدی جدایی دین از سیاسته، با تلویح ولی با خیلی قاطعیت این حرف رو میزنه، طرفدار یک نوع عدالت برای پادشاهان، میگه شاه بایستی متکی به رأی مردم باشه، شاه بایستی متکی به حمایت مردم باشه. تمام تعبیرهایی که در گلستان سعدی باب اولش هست در مورد پادشاه عادل، در مورد پادشاهان عادل قبل از اسلام، خب این یه دلیلی داره. خودش هم در مقدمه هم میگه که من همه حرفامو نمیتونم به صراحت بگم، شما باید با دقت و کنجکاوی بفهمید که منظور من چیه. اینا رو بیهقی رو شما نگاه کنید، تاریخ بیهقی یکی از درخشانترین تاریخهای به نظر من مدون هر زمانی است. 300 سال قبل از اینکه فلسفه تاریخ در غرب مدون بشه، او یه فلسفه تاریخ مدون داره در کتاب خودش، و این تازه یک دهم کل کتاب بیهقی است. باقیش از بین رفته. باقیش از بین رفته. هزاران هزار کتاب دیگه در همین مقوله است که آدم بهش اشاره میخونه، از بین رفته. اگر این باشه، اگر حرف من درست باشه، اون وقت تمام این بحث نمیدونم غرب زدگی و فلانی که نمیدونم حقوق بشر غربی است. آقای دکتر خیلی عذر میخوام ازتون، چون وقتمون رو به پایانه، میخوام ازتون تقاضا کنم درباره این
به اصطلاح تجدد تاریخی که در کتاب شما آمده، اگر اجازه بدین چند سوال دیگه بکنم. خیلی جالبه. با کمال میل. هفته آینده با امید خدا. خیلی ممنون از شما.